صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید فصل ششم جنگ تاشکند من اگر بخواهم وقایع زندگی خود را روز به روز بنویسم این رشته سری دراز خواهد داشت و ممکن است که عمر من به نهایت برسد و این شرح حال تمام نشود بنابر این یک قسمت از حوادث زندگی خود را خلاصه می کنم تا اینکه بتوانم زودتر به وقایع بزرگ که بیشتر در خور ذکر است برسم من از سال 760 هجری تا سال 770 بدون انقطاع مشغول جنگ بودم در آن مدت یازده سال توانستم سراسر خارز و ماورا اون نه را به تصرف درآورم. و قلم رو حکومت من از یک طرف محدود شد به دشتهای سرسیر وحشیان و از طرف دیگر به دریای آبسکون یا همان دریای خزر یکی از جنگ های بزرگ من در آن سنوات جنگ تاشگن بود که در آن جنگ پای چپ من مجروح گردید و از آن هنگام تا کنون از پای چپ میلنگم. من تاشکن را جزو قلم رو به حکومت خود کردم و حکومت آنجا را به الجایی تو محمد قلق واگذار نموده بودم و تصور نمی کردم که مجبور باشم دوباره آن شهر را تصرف کنم لیکن الجای تو محمد قلوق بعد از دو سال که حاکم تاشگن بود ثروتی به هم زد و قشونی گرد آورد و یاقی شد و مرا وادار نمود که به تاشکن قشون بکشم من در ماه شوال سال 768 هجری با هفتاد هزار سرباز شهر تاشکن را که دارای حصار بود محاصره کردم و به سکنه شهر اختار نمودم که علیه اولجای تو شورش کنند و او را به قتل برسانند ولی از طرف سکنه شهر هیچ اقدامی برای شورش علیه حاکم تاشکن نشد من بعد از اینکه مطمئن شدم شهر تاشکن به وسیله دهلیز زیرزمینی راه به خارج ندارد به سربازان خود دستور دادم که تونل حفر کنند که یکی از طرف شمال و دیگری از طرف جنوب منتهی به حصار شهر شود من میدانستم هنگامی که ما مشغول حفر تونل هستیم و به خصوص در موقع شب مردان الجایتو صدای کلنگ و بیل تونل زنها را می شنوند و میفهمند که ما مشغول حفر تونل می باشیم. هر کس که گوش خود را در موقع شب به زمین بچسباند می تواند صدای کلنگ زدن حفاران را بشنود. اونجایتو اده ای را معمور کرده بود که تا تونل زنهای ما سر از شهر به در آوردن آنها را به قتل برسانند و تونل را ویران و کور کنند روز هجده همه ماه شوال دورشت تونل ما از شمال و جنوب به زیر حصار شهر تاشگن رسید و من به افسران خود گفتم به سربازان بگویند که صبح روز دیگر ما به شهر حمله ور خواهیم شد با امداد روز نوزدهم شوال سال 768 همین که سیاهی شب از بین رفت و هوا قدری روشن شد من به سربازان خود گفتم که چهار جوال باروت را ببرند و دو جوال را زیر حصار شمالی و دو جوال را زیر حصار جنوبی جا بدهند و از جوال ها یک رشته فتیله تا مدخل تونل بکشند و این دستور اجرا شد و دو رشته فتیله در دو تونل از جوال ها تا مدخل تونل ادامه یافت فتیله تونل شمالی را خود من آتش زدم و فتیله تونل جنوبی را شیر بهادر آتش زد و دو موضع از حصار شهر تاشکند در شمال و جنوب با صدایی چون صدای ویران شدن دنیا فروریخت. چون سواران من از مواضع خراب نمی توانستند وارد شهر شوند از اسب ها پیاده شدند و من به آنها سپردم بعد از ورود به شهر دروازه ها را بگشایند تا اینکه سواران من بتوانند به شهر تهاجم نمایند دستور من اجرا شد و سربازان بعد از ورود به شهر دروازه ها را گشودند من به عده ای از سواران خود امر کردم که همچنان شهر را در محاصره داشته باشند تا اینکه الجایتو و افسرانش نتوانند بگریزند آنگاه خود با عده ای از سواران وارد شهر شدم و حاکم تاشکن میدانست که اگر به چنگ من بیفتد من به او وفا نخواهم کرد و او را خواهم کشت قانون من در دوره جوانی تا امروز این بوده و هست که هرگاه یکی از مردان مورد اعتماد به من خیانت کند و یاقیگری نماید یا به دشمن بپیوندد بعد از اینکه به چنگم افتاد امر می کنم پوست بدنش را زنده بکنند و اگر بعد از آن زنده ماند او را در یک دیگ بزرگ که پر از روغن داغ می باشد بیندازند. اول تو که مرا می شناخ و میدانست که اگر دستگیر شود پوست بدنش را زنده خواهند کند و بعد در یک دیگه پر از روغن دا خواهند انداخت و با نیرویی که از ناامیدی او سرچشمه می از شهر تاشکند دفاع می کرد من طبق معمول با دو دست شمشیر میزدم و چون مقفر و چهار آینه داشتم بدنم محفوظ بود و ضربات دشمن در من اثر نمی کرد چهار آینه عبارت بود از یک نیم تنه آهنی که در جلوی آن دو آهن مسطح یکی بالای دیگری به نظر می رسید و در عقب آن هم دو قطعه آهن به همان شکل دیده می شد آهنهای مزبور را سیقلی می کردن و در آفتاب مانند آینه می درخشی لذا آن نیم تنه را چهار آینه می خوندند. من فقط به طرف جلو توجه داشتم و از عقب آسود خاطر بودم زیرا می که عقب من دشمن وجود ندارد در طرفین من هم سربازانم میجنگیدن، اما سربازی که در طرف چپ من قرار گرفته بود کشته شد و پس از این که سرباز دیگری جای او را بگیرد یک ضربت شدید تبرزین روی پای چپ من فرود آمد ضربت طوری سخت بود که تصور کردم پای چپ من از بدن جدا گردید و در همین موقع یکی از سربازان ما جای خالی را پر کرد و دیگر من از طرف چپ مورد تهدید قرار نگرفتم و وقتی آن ضربت تبرزین روی پای چپ من وارد آمد من فریاد نزدم و ننالیدم و لذا هیچ یک از سربازان من نفهمیدند که من مجروح شده ام. من میپنداشتم که ارزش یک مرد جنگی فقط در این نیست که بتواند بدون بیم از مرگ خود را به صف سپاه دشمن بزند و سربازانش را به قتل برساند بلکه در این نیز هست که هنگام ضربت خوردن فریاد نزند و ننالد یک پیرزن وقتی دیگری را به قتل میرساند بر خود میبالد و خیش را نیرومن می بیند. اما مرد نیرومن و دلیر کسی است که شدید ترین ضربات شمشیر و تبر و نیزه را با بردباری تحمل نماید سربازان من نفهمیدن که من به سختی مجروح شده ام تا اینکه یکی از آنها ریزش خون را دید و به من گفت ای امیر پای چپ تو مجروح شده است مهازام من به جراحت خود اعتنا نکردم زیرا نمیخواستم نیروی حمله خیش را متوقف کنم بلکه میخواستم که سربازانم مرا کنار خود ببینند و شجاعت و شدت آنها بیشتر گردد من دستور داده بودم که الجای تو را زنده دستگیر کنند ولی چون وی به سختی پایداری و از خود دفاع می کرد سربازان من نتوانستند وی را زنده دستگیر نمایند و به قتل رسید ولی سه نفر از پیشکاران او که آنها نیز از مردان مورد اعتماد من بودند و به من خیانت کردند دستگیر شدند و من امر کردم که پوست بدن آنها را زنده بکنند و هر سه نفر هنگامی که جلادان با کارد تیز مشغول کندن پوست آنها بودند مردند بعد از قلبه بر تاشکن چون سکنه شهر از دستور من پیروی نکردند و علیه حاکم خود نشوریدن فرمان قتل عام و چپاول را صادر کردم و گفتم تمام مردان شهر را به قتل برسانند و تمام پسران و دختران و زنهای جوان را به اسارت ببرند تا اینکه بعد طبق قانون جنگ بین افسران و سربازان تقسیم شوند و سربازی که دارای یک پسر یا یک دختر جوان گردیده مختار است که او را غلام یا کنیز خود کند یا به قتل برساند یا در بازار بفروشد جنگ تاشکند هنگام اصر روز نوزدهم ماه شوال خاتمه یافت و از آن پس قتل و آم و چپاول شروع شد و آن وقت من در صدد برآمدم که بدانم زخم پای چپه من چگونه است اما نتوانستم از از فرود بیایم و سربازانم در خارج شهر مرا از از فرود آوردند و به خیمه بردند و در آنجا نوکرانم چهار آینه و مقفر را از من دور کردند و جراح آمد و زخم مرا معاینه کرد و گفت استخوان زانو به شدت مجروح شده و نباید راه بروی و باید پیوسته دراز بکشی تا اینکه استخوان زانو بهبود یابد گفتم اگر من دراز نکشم و راه بروم چه می شود جراح گفت اگر راه بروی زخم تو مبدل به شقاق لس خواهد شد یعنی قانقاریا خواهی گرفت و زندگی را بدرود خواهی گفت یا اینکه برای بقیه عمر از یک پا خواهی لنگید آن روز و آن شب در خیمه بودم ولی بامداد روز دیگر گفتم که مرا در تخت روان جا بدهند و به شهر ببرند تا ببینم آیا امر من برای قتل مردهای تاشکن به خوبی اجرا شده از یا نه وقتی وارد شهر شدم هنوز سربازانم مشغول چپاول بودند ولی کشتار خاتمه یافته بود و اجساد مقتولین در کوچه ها دیده میشد و در بین مقتولین اجساد زنها هم به چشم می رسید و معلوم می شد چون آنها مقاومت کردند و نخواستن اسیر شوند به دست سربازان ما کشته شدند ای کسی که سرگذشت مرا میخوانی مگو که مردی چون من که فقیه هستم چگونه فرمان قتل عام سکنه تاشکن را صادر کردم حکومت دارای قوانینی است که از آغاز دنیا وجود داشته و تا پایان دنیا وجود خواهد داشت و عوض نخواهد شد و یکی از آن قوانین این است که مردم باید از حاکم بترسند و اگر از وی وحشت نداشته باشند اوامرش را به موقع اجرا نمیگذارند و اشرار و اوباش بر سکنه شهر مسلط می شوند و به جان و مال و ناموس آنها تعرض می نمایند. من از این جهت فرمان قتل عام سکنه تاشگن را صادر کردم تا اینکه برای سکنه بلاد دیگر ما یک عبرت شود و بدانن هر کس که مقابل من مقاومت نماید دوچار سرنوشت شهر تاشگن خواهد شد. ولی نمیتوانم از ذکر این نکته فرو گذاری کنم که من از مشاهده ریختن خون دشمنان خود لذت میبرم اما لذت را که دیگران از نوشیدن شراب ادراک می کنن من از مشاهده ریختن خون دشمنان خود احساس می کردم و یک نشعه شادی بخش مرا مسرور و سرگرم می کرد. وقتی دشمنی را با دست خود به قتل می رسانیدم لذت من از دیدار جریان خون او بیشتر می گردید و من از ریختن خون دشمنان خود هم لذت می بردم و هم با خون ریزی کشور خود را اداره می کردم و به همه می فهماندم که هر کس علیه من قیام کند به جلاد سپرده خواهد شد تا اینکه به کیفر سرکشی خود برسد امروز سه هزار جلاد که اسم و رسم آنها در تومارها ثبت شده در قلم رو به وسیع کشور من به سر می برند. و از من مستمری دریافت می نمایند و هر لحظه آماده هستند که بر حسب امر من یا حکامی که از طرف من مأمور اداره هستند مجرمین را تحت شکنجه قرار بدهند یا به قتل برسانند نتیجه خون ریزی من فوایدی است که تو امروز با چشم خود می بینی و مشاهده می کنی که کاروان از انگوریه به راه می افتد و بدون آنکه یک مستحفظ داشته باشد خود را به سمرقند می رساند و هیچکس طمع به مال کاروان نمی کند. انگوریه که بعضی از مورخین انگورانی هم نوشته ان شهری است که بعدها آن قره خوانده شد و امروز آن پای تخت ترکیه است تیمور لنگ در سرنوشت خود چند بار از شهر انگوریه نام میبرد و علتش این است که در آنجا بر ایلدروم با یزید پادشاه عثمانی به طوری که شرح آن گفته شد غلبه کرد و وی را اسیر نمود یک طبق پر از سکه های زر بر سر یک تفل نابالغ بگذار و او را وارد کن که پیاده در کشور من از شرق به غرب و از شمال به جنوب مسافرت کند و بعد از چند سال که آن به مرحله بلوغ می رسد یک عدد از سکه های زر کم نمی شود برای اینکه کسی جرأت نمی کند که حتی به پول و مال یک کودک تجاوز نماید آیا تو هرگز شنیده ای که در یکی از شهرهای کشور با وسعت من سرقتی روی بدهد و سارقی شب وارد خانه یا دکان مردم شود و چیزی بدزدد من یقین دارم که تو هرگز این واقع را نشنیده ای مگر در دورانی که من هنوز سلطان شرق و غرب ام. من برای جلوگیری از دزدی رسمی را جاری کرده ام که برای تمام سلاطین آینده باید سرمشق باشد و آن اینکه وقتی سرقتی رو می دهد من دست دارو را قطع می کنم چون من میدانم که در یک شهر تا داروغ هم دست دوز نباشد یا در کار خود احمال نکند دزدی به وقوع نمی پیوندد. من در اقلیم وسیع خود راه زنی در جاده ها و دزدی در شهرها و گدایی را برانداختم و تو امروز در هیچ نقطه از کشور من یک گدا نمی من گدایی را اینطور برانداختم که برای تمام گدایان مستحق مستمری برقرار کردم و گدایان مستحق کسانی هستند که به مناسبت نقص اعضای بدن یا کوری نمیتوانند کار کنند من میدانستم کسی که از راه گدایی نان میخورد مشکل است که به یک مستمری اکتفا کند و دست از گدایی بردارد و به گدایانی که مستمری می گرفتن خاطر نشان کردم که هرگاه مشاهده کردم که گدایی می کنند به قتل خواهند رسید و ادعی از آنها را هم که بعد از دریافت مستمری دست از گدایی بر نداشتن به قتل رسانیدم گدایان غیر مستحق را هم وادار به کار نمودم و هر کس نمی خواست کار کند معدوم می گردید. تو امروز در سراسر کشور من یکی از فرزندان پیغمبر اسلام را نمی بینی که از حیث معاش در مزیقه باشد. قبل از من در بلاد اسلامی ده ها هزار از فرزندان پیغمبر اسلام یعنی سادات برای تحصیل روزی گدایی می کردن. و من که برای پیغمبر و فرزندان او قائل به احترام فراوان هستم از محل خمس که مختص محمد صلی الله و آل محمد است برای تمام فرزندان پیغمبر خودمان مستمری برقرار نمودم تو کشوری را آباد تر از کشور من ندیده ای و در هیچ کشور و هیچ دوره را آیا مثل دوره سلطنت من آسوده نمی زیسته اند برای اینکه کسی با آنها کاری نداشت اگر یک سرباز با یک گروه سواران و یک گزمه وارد خانه یک روستایی شود و مثل قدیم بخواهد غذای خود را بر او تحمیل نماید یا در خانه اش بماند سر از پیکرش جدا خواهد شد اگر یک سرباز یا یک گروه سواران یا یک گزمه از رعیت چیزی خریداری کند و قیمت آن را طبق نرخ عادی و متعارف نپردازد سر از پیکرش جدا می شود. ای پسران من از من به شما توصیه می شود که بعد از من وقتی به سلطنت رسیدید به راهزن و داروقه و گزمه هایی که با دزدان شریک هستند و گداهای غیر مستحق رحم نکنید و آنها را نابود نمایید اگر نه ملک خود را از دست خواهید داد و در عوض فرزندان پیغمبر را محترم بشمارید و علما و شعرا و صنعتگران را مورد حمایت قرار دهید زنهار از شراب بپرهیزید زیرا ام الفساد است و اگر شراب بنوشید سلطنت کشور خود را از دست می دهید. در شهر تاشکن یک مرد جوان باقی نمان و همه به قتل رسیدن و زنهایی هم که مقاومت می کردن کشته شدند و فقط سال و اطفال باقی ماندند و زنهای جوان هم بین سربازان من تقسیم گردیدند وقتی در شهر چیزی که قابل بردن باشد باقی نمان تمام اموال اولجای تو حکران مقتول تاشکن منتقل به سمرقند گردید و دستور دادم که حصار شهر را ویران نمایند تا اینکه در آینده کسی نتواند در پناه حصار شهر یاقی شود و مقابل من قد علم نماید بعد از تصرف تاشکن دیگر در ماورا و نه جایی باقی نمان که جزو قلم رو به سلطنت من نباشد از آن پس تا مدت هفت سال اوقات من صرف آباد کردن ماورا و نهر من در سمرقند مساجد عالی برپا کردم و شهرهای بخارا و سمرقند و حتی تاشکن را به طرزی زیبا ساختم و نهرهای متعدد و وسیع از رودخانه های بزرگ جیهون و سیهون منشعب نمودم تا اینکه رعایای ماورا و نه برای شرب مزارع خود آب فراوان داشته باشند زمین هایی را که هزاران سال بایر بود به وسیله احداث نرها مزروع نمودم و گندم در آن زمین ها هر تخم از دویست تا چهار تخم محصول میداد. تمام رعایای ماورا و نهر بر اثر محصول فراوان ثروتمند شدند در سال 775 هجری در ماورا و نرگندم به قدر فراوان شد که رعایا تمام انبارها و اتاقهای خانه خود را پر از گندم کردند و مازاد آن در صحرا ماند و زیر باران و برف زمستان پوسید و از بین رفت زیرا رعایا مکانی نداشتند تا اینکه گندم مزارع خود را در آنجا بدهند در آن هفت سال که از سال 770 تا سال 777 هجری طول کشید بهبود وضع زندگی عمومی و ثروتمند شدن رعایا و رفاهیت مردم در مندیز اثر کرد و در من رقبتی زیاد نسبت به زنها به وجود آمد تا آن موقع من بیش از دو زن نداشتم و در آن هفت سال دو زن دیگر گرفتم ولی فهمیدم که باز خواهان زن ها می باشم. من که مسلمان هستم نمیتوانم بیش از چهار زن بگیرم ولی شرع اسلام به مردها اجازه داده که علاوه بر چهار زن عقدی هر قدر که میل داشته باشد جاری انتخاب نماید و من هم جاری های متعدد را انتخاب کردم من چون مردی نیرومند هستم راست میگویم و اعتراف میکنم که در آن هفت سال زندگی راحت و لذت به سر بردن با زنهای زیبا و خوردن اغذیه لذیذ مرا تنبل کرده بود ولی نمیگویم که در آن مدت هفت سال تنبلی هیچ کار نکردم چون اگر به جنگ های بزرگ نرفتم در عوض برای آبادی ماورا و نه و خارز خیلی کوشیدم و دشت های وسیع فیما بین دریای آبسکون و دشت های سرسیر وحشیان را طوری آباد نمودم که همه جا مزرعه و باغ گردی مهازا امروز که در آستان هفتاد سالگی هستم برای تنبلی آن هفت سال شرمنده می باشم هفت سالگی که بین سن سی و چهار سالگی و چهل و یک سالگی من و بهترین دوران نیرومندی جسمی و روحی بود ای کسی که شرح حال مرا خانی بدان که من در آن هفت سال بر اثر کسب لذت از زنهای زیبا و غذاهای لذیذ و فراوان خوردن و بر بستر نرم خوابیدن طوری تنبل شده بودم که دیگر تمرین شمشیر بازی نمی کردم و تیر نمی انداختم و زوبین پرتاب نمیکردم. از خدا سپاس گذارم که در آن هفت سال دوره تنپروری من واجبات دین را از یاد نبردم و پیوسته نماز خود را به موقع می خاندم و در ماه روزه روزه می گرفتم و اتفاق نیفتاد که روزی آفتاب طلوع کند و من ناپاک باشم اگر در آن مدت که تنبلی بر من چیره شده بود یک دشمن قوی به ماورا اون نر حمله ور می گردید سلطنت و کشورم را می گرفت و مرا هم به قتل می رسانید. من که مردی دانشمند هستم و کتب بسیار خانده ام می دانم که تمام عمرا و سلاطین جهان که به دست دشمن نابود شده اند قربانی عیش اش و عشرت خیش و تنبلی گردیدند سلطانی که تنبل نباشد و تن را به زحمت بیندازد و اوقات خود را به پشت اسب بگذراند و روزها شمشیر بزند و تیر بیندازد و پیوسته به امور قشون خود برسد هرگز مقهور یک دشمن نمی شود فرزندان و نوه های من آگاه باشید که آفت سلاطین ایش و نوش و زنهای زیباست و هرگز خود را به دست عیش و نوش و زنهای زیبا نسپارید و برای یک مرد هفته ای یک بار زن کافی است و بیش از آن باعث می شود که مرد تن پرور گردد و نتواند قدرت خیش را حفظ نماید بعد از هفت سال خوشگذرانی روزی شمشیر جنگی خود را که پس از خروج از قلاف وزن آن هزار و دویس مسقال بود به دست گرفتم و تیغ را از قلاف خلع نمودم قدری تیغ را تکان دادم و دریافتم که در دستم سنگینی می کند و تیغ را به دست چپ دادم و وزن نمودم و دریافتم که سنگینی شمشیر در دست چپ بیش از دست راست است در صورتی که هفت سال قبل از آن شمشیر در دست من چون یک قطعه چوب سبک وزن بود و من از صبح تا شام در میدان جنگ با هر یک از دو دست آن شمشیر سنگین را به حرکت در می آوردم بدون اینکه احساس خستگی نمایم آه از نهادم برآمد و دانستم آنچه مرا ناتوان کرده خوشگذرانی است و به سر بردن با زنهای زیبا و خوشبو و نازک اندام آفت مرد است باید بگویم که علاوه بر عیش و کسب لذت از زنها لنگ شدن پای چپ من نیز کمک به تنبلی من کرده بود بعد از جنگ تاشکن که گفتم زانوی چپ من به شدت مجروح شد من شقاگلس نگرفتم و پایم سیاه نشد اما بعد از بهبودی از پای چپ لنگ گردیدم لذا دیگر نتوانستم که مانند گذشته جست و خیز کنم و چون چابکی خود را از دست دادم تمایل نسبت به تنبلی در من پدیدار گردید در آن روز که دریافتم شمشیر در دو دست من سنگینی می کند به خود نهیب زدم و گفتم ای مرد تن پرور. اگر یک پای تو لنگ شده و نمیتوانی به چابکی قدیم دوندگی کنی و خیز برداری دستها و بازوان تو بی عیب است و برای چه شمشیر بازی و تیراندازی و سایر تمرین های جنگی را ترک کردی ای مرد فراموشکار آیا از خاطر برده ای کسانی که به دست تو کشته شدند و امارت و سلطنت آنها به تصرف تو درآمد کسانی بودند که شمشیر نمی زدند و تیر نمی و امور قشون خود را معوق و عاطل می و در نتیجه تو بر آنها غلبه کرد آیا همت تو در زندگی همین است که مثل حیوانات فقط در فکر خوردن و خفتن باشی و حتی نتوانی یک دهم ده جد خود چنگیز جهان گشایی کنی؟ کجا رفت آن آرزوهای دوره جوانی تو؟ کجا رفت آن عهدها که با خود می کردی و می گفتی جهان را خواهی گرفت و در سراسر جهان یک سکه را که سکه تو باشد رواج خواهی داد و دنیا را با یک قانون که قانون تو باشد اداره خواهد شد طوری پشیمان شدم که تصمیم گرفتم در همان ساعت دست از زندگی راحت بکشم و شرط اول این بود که از سمرقن و زنهای زیبای خود دوری نمایم و بروم و در خارج از شهر در بیابان زندگی کنم امر کردم که اسب مرا بیاورن و گفتم در نقطه ای واقع در شش فرسنگی سمرقند اردوگاه برپا کنند وقتی به آنجا رسیدم هنوز اردوگاه به وجود نیامده بود و دست را به سوی آسمان بلند نمودم و گفتم خدایا خدایا تو شاهد باش من عهد می کنم که از امروز بازن معاشرت ننمایم مگر بعد از مراجعت از میدان جنگ آن هم هفته ای یک بار و عهد می کنم از امروز تا روزی که در جهان زنده هستم پیوسته از تنبلی بپرهیزم و هیچ روز از تمرین جنگی فرو گزاری نکنم و استراحت ننمایم مگر فیما بین دو جنگ آن هم برای مدتی کم و نیز عهد می کنم که مسکن اصلی خود را در اردوگاه قرار بدهم و به شهر نروم مگر وقتی ضرورت ایجاب نماید از آن موقع تا امروز مدت سی سال سپری گردید و من تمام این مدت در را به سر برده ام و قدم به شهر نگذاشتم مگر در موقع ضرورت در این مدت سی سال تا آنجا که ممکن بود از آمیزش با زنها خودداری کرده ام من در بعضی از سنوات حتی فصل زمستان را هم در را به سر می بردم و چند بار اتفاق افتاد که در بام داد وقتی برای ادای فریزه صبح از خواب برمیخواستم میدیدم که صحرا از برف سفید شده است و به خاطر دارم که یک روز صبح بعد از اینکه نماز گذاشتم و هوا روشن گردید و صاحب من سبانم قدم به یورت من نهادند یک موش سکه زر از جیب بیرون آوردم و به آنها گفتم این سکه ها متعلق به کسی است که آیه ای از قرآن را به من نشان بدهد که در آن از برف صحبت شده باشد. آن روز چون صحرا مستور از برف بود صحبت های مربوط به برف مناسبت داشت و صاحب من سوان من به یورت های خود رفتند و هر کس قرآن داشت آن را مقابل خود نهاد تا اینکه آیه ای پیدا کند که در آن ذکری از برف به میان آمده باشد من که قرآن را از حفظ داشتم میدانستم که در کلام خدا اسمی از برف برده نشده است زیرا در عربستان برف نمی بارید لیکن می خواستم بدانم که میزان معرفت صاحب منصبان من نسبت به کلام خدا چقدر است در نیمه ی روز آنها را احضار کردم و گفتم اگر شما قرآن می خواندید می دانستید که در آن نام برف ذکر نشده است پسر بزرگم که حضور داشت پرسید ای امیر پس برای چه خداوند در قرآن گفته یعنی هیچ تر خشکی نیست که از آن بحثی در کتاب مبین قرآن نشده باشد گفتم ای فرزند علم قرآن را باید فرا گرفت تا بتوان معنای آیات قرآن را فهمید آیات قرآن کلام خداس و خداوند خود در قرآن میگوید که فهم بعضی از گفته های او برای هر کس میسر نیست مگر آنهایی که تحصیل کرده و خود را برای فهم کلام خداوند آماده کرده اند. کتاب مبین عبارت از مجموع معانی آیات قرآن می باشد چه معانی آشکار و چه معانی نهان که باید با نیروی علم آنها را ادراک کرد و اگر کسی قرآن را طوری بخواند که بتواند معانی نهان آیات را هم ادراک نماید خواهد دانست که چیزی نیست که در قرآن از آن بحث نشده باشد خداوند میگوید لا رتب ولا یعبسن الا فی کتاب مبین و نمیگوید الا فی القرآن یا الا فی الفرقان خداوند از این جهت دو کلمه ی کتاب مبین یا مبین را ذکر کرده که به ما بفهماند که منظورش معانی پنهانی آیات قرآن است یعنی آن معانی که برای ادراک آنها باید آیات را شکافت تا معانی باطنی آنها برای ما نمایان شود بعدها وقتی در دمش ابن خلدون نزد من آمد و من همین گفته را تکرار کردم طوری خوشت وقت و راضی شد که دستم را بوسید و گفت ای امیر من تا امروز کسی را ندیده بودم که بتواند این آیه از کلام خدا را به این خوبی معنی کند دنیای کتاب صوتی